یک موضوع که از آغاز امی تولید وسواس و سودا در مورد موسیقی و کسایی که با موسیقی سر و کار دارن امی امروز ما وجود داشت. هیچ نمیتونستم برای یک لحظه هم این را فراموش کنم. امی 3-4 ضربه که وارد شد از امی لحاظ سر ما، چه در مسکو وقتی که معین وزارت اطلاعات و کلتور موضوع را برای من گفت که فکر میکردم رای آله ساز میایی، چه در او وقت و چه مو کسی که برای نطاقی اردو آمده بود و اردو را در تالار سینما یاد گرفته بود و میخواست که نطاق و ترجمان شود در رادیو افغانستان به زبان اردو گپ بزنه و نطاقی کنه، چه او فهمیه که مان برای من و چی امی حرکتی که امو رئیس تشریفات وزارت خارجه افغانستان که فکر میکنم ارتباط نزدیک داشت همراه آمدشاه جان وزیر دربار اسبق، شاید بچهش بوده باشم گمان غالب، امی همراه ما بود و مخصوصا امی جواب دادن از یه سر نان که من نانم شروع کرده بودم و امروزی 5 نفر که برای ما سپرده شده بودم، ما مهماندارشان بودم، به زبان روسی صحبت میکردیم با هم و این شخص رئیس تشریفات نزدیک ما آمد و گفت آقا جان اینجا جای شما نیست و ما چاره دیگه به جز ای که همین جای ترک کنم نداشتم. بعد از اون اما روابط اجتماعی مرا و حالت شخص خود مرا در زندگی عادی برهم زد. هیچ نمیتونستم خود قانع بسازم که چطور میتونه یک نفر بیایه اما تو به یک چیز دست بزنه و اقدام بکنه که او موضوعی چیزی که تحقیر امرو لحظه است رو برای از نقطه نظر انسانیت که می کار ای آدم هیچ راه دیگر نداشت برای حل ازی به جزی خیستاندن ما از اینجا زیاد مرم سودا پیچاند. خب من با فکر تحقیق از این موضوع برآمدم که یک دفعه امیر برای خود معلوم کنم که چی چیز باعث شد که امیر کار خویه که خود نظر عمومی مردم در این جای هیچ شک نیست، تلقینات دینی و مذهبی هم بوده و که موسیقی یک بدعت است و ملاهای را نپذیرفته بودن و حتی امام های 4 هم طرفدار موسیقی نبودن و امام ابو حنیفه هم مخالفش بود و امام های دیگه هم مخالفش بودن، با وجودی که قرآن وقتی که من خواندم از سر تا آخر به 2-3 زبان خواندم، گفتم میشه که در یک زبان یک جای چیز موسیقی آمده باشه. در مورد موسیقی هیچ ذکر نرفته بود، فقط اون موضوع حرکه با عنوان کریه الصوت ترین موجود و مخلوق ایرم طور آورده بود یا مرغابیر بسیار پرخور و مرغ خراس بسیار شهوتران و همین گفته بود. در مورد موسیقی دیگه من هیچ یک چیز خاصی ندیدم. خب اقوال دیگه هم هست از امام غزالی و اینا که طرفداری هم بوده و مخالفت هم بوده و راستی هم اگر همین تصوف نمی بود شاید موسیقی همین چیزی که تا امروز رسیده همین نمی رسید. اونمو تصوف و عرفان ورقص وسماع وطرفداری یک تعداد از طریقت ها اونا میره به زنده ماندن ازی چیکت سعی کردن و کمک کردن. خب به هر صورت ما امی توهین و تحقیر امی شخص هیچ دلیل برش یافته نمیتونستم. ما وقتی هیچ با هم ندیده بودیم، دشمنی هم نداشتیم با هم، هیچ دیگه چی چیز باعث شد که راه ها داشت ای که همین نان خورده میشد یا 25 نفر هیئت عالی رتبه که از شوروی آمده بود چند روز دیگه هم در اونجا بودن، میتونستن که همین کسی را که اینا مقرر کرده بودن خود وزارت خارجه و نفر وزارت اطلاعات قبول نداشتن که چی کنن، میتونستن که بعد از امنان همین موضوع را بسیار کنن. یعنی لحاظ انسانی میره چه میکردن. از من یک معذرت میخواستم که مترک صعب شده، ولی اطور چیزی که باز هیچ بازخواست هم نشد، باز هیچ یادآوری هم نشد و معذرت هم خواسته نشد. من گفتم ریشه بسیار عمیق داره دیگه. با فکر تحقیق برآمدم و نتیجه تحقیق جناب سیماب صاحب برای شما عرض کنم که ممکن است با من موافق شونده میستم. من تا جایی که به یاد دارم یک شخصی که من میشناختمش ای شوهر مهرمون پروین، خواننده بسیار محبوب افغانستان و از جمله اولین خانمایی که از طریق رادیو آوازش به افغانیا و اطراف و اکناف کشورهای دور پیش ما شنوانده شد. آواز مهرمون پروین بود و یک خانم دیگه به نام فرشته امو بود و همین آوازها چه شد. این در امون وقتا که سال 1951-52 بود، این چیزی کم 60 سال پیش همین شنوانده شد. یک شوهر داشت، این شوهر ازی به نام سکاوت یاد میشد. سکاوت هم پیش آهنگار میگفتن. این استاد شاه محمود خان صدر اعظم و از اولادایش در تنیس بود. تنیس برای تنیس که در افغانستان نو آمده بود در مقطع و این فکر بکنم که اولین استاد بوده باشه. در مخالفت های پاکستان و افغانستان همی سالهای 50 و 51 به اوجش رسیده بود. من تا جایی که شنیده بودم که در سال 1947 وقتی که برای هند و پاکستان از طرف انگلیس آزادی داده شد، طبعا هر دو کشور نماینده های دائمی خود در ملل متحد باید روان میکردن. اولین دسته که در ملل متحد با مخالفت شرکت و شمولیت نماینده پاکستان بلند شد در تالار ملل متحد، دست نماینده دائمی افغانستان بود که بلند شد که گفتن ای باید شامل نشده اینجا. و علت از این چی گفت که تا زمانی که همین موضوع خط دیورند که در سال 83 یک دفعه بیشتر از 83 از طرف بچه امیر شیرعلی خان، امیر ماد یعقوب خان به نام معاهده گندمک این فیصله شده بود که برای انگلیس سپرده شده بود. و بعد از او زمانی که امیر عبدالرحمن خان در سال 1880 به سلطنت رسید، البته به کمک انگلیس، و انگلیس برش وعده داد که سالانه چقدر پول برش میده و چقدر اسلحه برش میده و چه کمک های میتونه کرده کتیش. وقتی که از امیر عبدالرحمن خان به خیال من که زندانی یا تحت حراست بود در چیز در روسیه، در فکر میکنم که در ازبکستان، تاجکستان، در اینجاها یک 11 سال و چند ماه تحت حراست روس بوده. و بعد از اون که از اونجا خلاص شد، انگلیس فوراً در راه ملاقاتش کرد نمایندهش و برش گفت که سالانه چقدر پول برش میده و شرطش هم همین چیز بود که دوست اگر بر خود انتخاب میکنه هم از طریق وزارت خارجه انگلیس باشه و اگر با کس دشمنی هم میکنه از طریق وزارت خارجه انگلیس باید همین کار بکنه. همین موضوع و دیگر اختیارات داخلی را برش داد مطلق که هر کاری که میکنی اونتا با خارج اگر رابطه میخوای برقرار کنی از طریق انگلیس باید باشه. این شرط برش ماند. دیگر در زمان ازو بوده یا در زمان پیش از امیر عبدالرحمن خان، در زمان امیر شیرالی خان، یک تعداد از مردم که در اون جمله ما دو نفر شهرت زیاد داشت، یکش مادی یوسف خان بود، سردار مادی یوسف خان، و یکش سردار محمد آصف خان. اینا هر دو برادرها بودن. اینا تبعید شده بودن. همین چیز برای من تو 100% چنیز دیره باید دقیق من معلومات کنم، مگر تا جایی که حدس میزنم یا امیر شیرالی خان بوده و یا امیر عبدالرحمن خان که اینا را تبعید کرده بودن و اینا رفته بودن در هندوستان منطقه دیردون انتخاب کرده بودن. و دیردون ممکنه شما خبر باشین از این چیز که در افغانستان اما برنجی که بسیار زیاد خریدار داشت و شهرت داشت به نام خوبترین برنج به نام برنج دیردونی یاد میشه. دیردون صادر میکرد به چندین جای در جمله به افغانستان هم صادر میشد. اینا دو برادرها به شمول یک تعداد اشخاص دیگه هم شاید بوده باشه، اونا را زیاد خبر ندارم، ولی من دو برادر یقین میکنم، یکی سردار محمد آصف خان و یکی هم سردار محمد یوسف خان پدر نادرشاه شهید. اینا در اونجا برای یک مدت فکر میکنم بیشتر از 1.5 قرن یا 2 قرن در هندوستان ماندن و پس آن بعد از اینکه امان الله خان از افغانستان فرار کرد و در اینجا امیر حبیب الله کلکانی ای بر سر کار آمد تا 9 ماه را ای منجه بود. در امی زمان تماس انگلیس با نادرخان برقرار شد. فهمیدن که امیر حبیب الله کلکانی برای از این کار ساخته نشده و مسئولیتی که به دوش گرفته بود به این چیز ساخته نشده بود. در حوادث این چیز ناگفته نمونه، بازم به شکل جمله معترضه عرض کنم که پدر کلان یا کاکای پدرم ای هم در زمان حبیب الله کلکانی به قتل رسید از طرف حبیب الله کلکانی. قضیه از این قرار بود. خب منطقه همین جایی به شما یاد شما نره که گپ سر چه بوده بود. دو برادرها آصف خان و یوسف خان بود که مو فراموش نکن میره. این به صورت جمله معترضه عرض میکنم که کاکای پدرم مولوی عبدالواسع نام داشت. این مولوی عبدالواسع را امیال نواسش در لندن به نام خالده هست که نام مستعارش در خانه یا نام نازش مناجان هست. این مولوی عبدالواسع وقتی که امان الله خان در حال فرار بود، هنوز فرار نکرده بود، در قندهار بود، یک کتاب را ترتیب دادن یک چند نفر از طرفدارای امان الله خان و در او نوشته کرده بودن که یعنی امی به نام بچه سقو معروف بود امیر حبیب الله کلکانی که ایره تکفیر کرده بودن و خانه به خانه همون مولوی ها و ملاها و مجتهدین و اینا را پرسان میکردن و امضایشان را میگرفتن که امیر حبیب الله کلکانی را تکفیر کنن. نوبت به امی کاکای پدر مولوی عبدالواسع خونزاده به ای هم رسیده بود و در وزیر زیر زدن و ای بیرون آمد و برش گفتن که این مطور یک گپ است و کسی هست که امکان داره امروز و صبا چیره قندهار هم تسخیر کنه. در کابل آمده مسلط شده و يعني آدم کافر مطلق است به تکفیر زیر شما تصدیق کنه. کاکای پدر مولوی عبدالواسع برش گفت که ما به اساس اصول دینی اسلام یا کسی را که ندیدیم حق تکفیر زور و یا حق مؤمن گفتنش من ندارم. ما باید شخصا یک چیز را ببینم یا اسناد و دلایل ما داشته باشیم برای از او که این را به تصدیق کنم. دیگه ما حاضر به هیچ صورت نیستم که امی کار را بکنم. به هر صورت هرچی اصرار کردم دیگه موفق نشدم که امی اقرار از او امضای از امی شخص مولوی عبدالواسع اخوندزاده را بگیرم. این موضوع ماند و بالاخره نماینده یا نایب الحکومی امیر حبیب الله کرکانی به قندهار آمد و امان الله خان فرار کرده بودم در اون وقت و امی یک تعداد کسایی که تأیید کرده بودن، تکفیر کرده بودن امیر حبیب الله را، اونا را هم به شمول امی مولوی عبدالواسع اخوندزاده ایره با خود بردن به کابل. تا کابل تا جایی که شنیدیم و روایات مختلف همطور یکسان بوده کلگیش که تصدیق شده که تا اینجا تارهای ریش و بروت مولوی عبدالواسع اخوندزاده را کنده رفتن و کتره و کنایه و طعنه های عجیب و غریب اونا را برش میدادند در راه اونا. این را به کابل آوردن به شمول محمد ولی خان که به خلمه که نایب الحکومه بوده در قندهار. مناسبت شما نمیدونم که با فتح خان، سردار فتح خان ارتباط داشت، از یا جمله برادرها یا اولادای امیر توسمات خان بوده. امیر یقینی نمیتونم فهمیده. محمد ولی خان هم همراه زنا بود، همراه مولوی عبدالواسع اخوندزاده. به کابل آوردن در شیرپور. ابونجا توپ آماده بود و مادولی خانه به طرف توپ بردن، به طرف توپ بردن و او رو میخواستن دو عسکر که بستهش کنه به دم توپ به اصطلاح. او گرفت کت مش زد و عسکر گفت ما ترسندوک نیستم، ما کت توپ عشق دارم، برای نوسون توپ گرفت بغل خود گفت وار کنه. بردم نفرا گفت وار کنه، وار کردن و پارچه پارچه شد. باز نوبت مولوی عبدالواسع آمد. مولوی عبدالواسع را خواست امیر حبیب الله کرکانی، گفت یک وقت ما شنیدم که خودت تعییب نکرده بودی کافر بودن مرا، آل چی میگیره مورد من؟ گفت تو وقت ندیده بودم و شریعت برای من همه چیز اجازه نمیداد که من تو را بگویم. آله که من دیدم تو با 4 کتاب کافر هستی و جایز القتل هستی. مرد ببره نشیر. باز ایرم بودن باید توب براندن. خب از خانواده ما مولوی ها و اخوندزاده ها یکی دو نفر دیگه هم دمی راه جان دادن. دیگه این جمله معترضه بود که به ما و شما سر دو برادر بود که سردار محمد آصف خان و سردار محمد یوسف خان بود. اینا امی سکاوت شوهر میرمن پروین که فرار کرده بود اونجا و در رادیو برنامه بر علیه خانواده سلطنتی نادرشاه شروع کرد و زیادتر گپش هم دور امی شامبود خان و اولادیش خاندان شاهی و از امنا میچرخید کپچه میکنم. اما هیچ چیزش متاسفانه نفت که چی چیز سبب شد که این بره بگریزه اونجا و از اونجا این مخالفت شروع کنم. بازی این برنامه خاصی که داشت بسیار نطاق خوب بود و اما موضوعاتی که انتخاب میکرد هم این در افغانستان کسی نبود که اون وقت برنامه را نشنوه. همگی بسیار به شوق میشنیدن و هر دفعه یک قصه و داستان ای داشته که بگویم اونا را، چی از گذشته ها، چی از صفحات تاریخ و چی از محالات موجوده و چه همون چیزهایی را که به چشم سر معاینه کرده بود و دیده بود و منها را همگیش گفته میرفت. آغاز برنامه شروع میشد که از جور دهردون ستم دیردون کشیم، یا رب چه جرم ماست که جور دو دون کشیم. دیردون نام همون جایی است که بر شما گفتم برنج در اونجا بسیار خوب بود و اینا رفته بودم همونجا، از همون خاطرم زیاد پلاوخور و برنجخور و برنجپز و پلاوپز هم امینا هستند. زندگی کابل هم کسایی که شهرت زیاد دارن امینا بودن که طرز پختنش و چی رقم باید شود، از همون وقت در کابل بیشتر رواج دادن دیگه. برنامه به امی چیز شروع میشود که از جور دهردون، یعنی ستم دنیای فرومایه و پست، ستم دیردون کشیم. از جور دهردون ستم دیردون کشیم. دیردون همین نام همین جای است. یارب چه جرم است، یارب چه جرم ماست که جور دو دون کشیم، که دو پست و دو فرومایه که یکیش جهان است و یکیش همین جای دیردون که دو هم دون است، این جور بکشیم. این خانواده برای 100 یا 100 یا چیز کم 200 سال ماندن در اونجا. طبعا این فرهنگ از فرهنگ افغانی دور بودن و امی اولاداریم که تربیه کردن دمو ماحول و با مو شرایط امنا شده. دیگه بچه که پیش ما آمد و ما را گفتی از اینجا بخی جای تو نیست، این هم تابع از امی فرهنگ هندوستانی از امو وقت جایی که بوده تابع از امو بوده. در غیر از اون ما هیچ دلیل ندیدم که یک نفر چطور میتونه که یک کسی که سر نان شده باشه و 1 ساعت خود در میدان هوایی ضایع کرده باشه. 45 دقیقه هم به تالاری که پیش از نان خوردن که اونجا ضایع شده باشه، 15-20 دقیقه سر نان که تا سوپ آوردن و پیش بی هر کسی کاسه سوپ ماندن، این چیزا شده. هیچ کس هم صاحبم کسی که باید دمیجه میشش اما پیدا نشد و باز ای آدم هم در آمد و باز کی آمد جای مرا گرفت. باز این موضوع حداقل به نام انسانیت چه میکنن که اینا در یک سوی تفاهم واقع شده، یا برای ما اطلاع وزارت اطلاعات نرسید که ما این نفر انتخاب کردیم شما مطمئن باشید رسمیت پیدا کنه. همین چیز چطور واقع شد؟ قدم به قدم همین قول پرر پیش ما مجسم بود که بشه جان آدم حساس هستی، یک روز اینمی چیز دامنگیرت میشه و شاید ایره تحمل کده نتانی، یک کسی برتم درک تحنه بده تحمل کده نتانی. خب به هر حال اما چه شد؟ ولی امی دشمنی مانده که دشمنی ماند. گفتم خب ایره تا انتقامش نگیرم در جایی که لازم هست. انتقامش گرفتم و به یک دفعه نه با کرات گرفتم. یک دفعه در مسکو اما در یک چیز شد که ما در اونجا یک رفیق ما بود عبدالقیوم کوچی یادش بخیر، زمان متعلمی هم یک جای بودیم. بازی یک دفعه باعث دیپلمات اونجا مقرر شد. من سر دکترای خود کار میکردم. او یک وقت یک دعوت داشت. 2 حادثه در اونجا پیش شد. یکیش امر به ارتباط جناب میوندوال مرحوم بود، یکیش هم به ارتباط بچه ظاهر خان داود نام داشت. یکیش که به بچه ظاهر خان ارتباط داشت به نام داود، این نامزاد شده بود امرای دختر عارف خان وزیر دفاع یک زمان بود. بازی پسان سفیر افغانستان در مسکو مقرر شد. من در اون وقت سر دکترای خود کار میکردم. کوچی صاحب برای من امروز گفتن که در خانه ما بیا یک مهمان داریم، یک مهمان داره. تو مهمانت کی است؟ گفت داود جان بچه اعلیحضرت ظاهر خان. من گفتم که در زمان چندان ما خوب نیستم قربان، من از این چیزا نجات بده. من عادی یک خاکسار آدم هستم، درویش آدم هستم، با می چیزای خانوادهای بالا من سر کار من چی نکن. گفت تو بیا گمش که پیش از این گپان نکردی، بچه‌ایش هست، بچه‌ایش بسیار خاکسار آدم است، درویش خوشت خواهد آمد، بسیار عادی و عارف خانم آدم بسیار چیز است، درویش آدم است، چی نیست بسیار مدمغ و متکبر نیست. خب خود دیگه سر و کار نداریم چی تو. گفتم اون دخترش میایه که اون نامزاد داوود است و داوود هم بچه جوان است که تینیجر به حسابه. خب گفتم درست است میایم. خانهش رفتم در مسکو است دیگه پاکولش. در این وقت یک کار پیش شد نمیشون چی گپ بود سفیر تلفن کرد کدام چیزی بود یا و این مقصد گفت من میبرایم از خانه خیلی خودت امرای داوود جان باشم اینجا که چی هست نکن خانم خود کوچی در آشپزخانه مصروف تهیه و پخته کردن غذا بود دیگه من ماندم و داوود ماند و نامزادش اینا در مقابل من شده بودن و ما در پایین شده بودم که اینا هم تو چی کردن خواهش کردن که اگر یک خواندن ما بکنم هرمونی همونجا بود که ما کوچی یگان خود میرفتیم برای سادگیری و تبدیل هوا کردن همین چیز میخوانده خب من گرفتم یک خواندن شروع کردم خواندن من به نیم نرسیده بود که اینا معاشقه هم شروع کردن و گپ زدن هم شروع کردن من حیرت کردم که ما خب برای دو نفر میخوانم یه هر دویش اولا معاشقه پیش بیم خب اونجا از خود خانه خود دارن دیگه اونجا بازم معاشقه میتانه شده یک فرصت دیگه ای خودشم سفیدی سکرم پیش روی ممترک شده و باز گپ زدن یه هم خود دیگه چیزی که ما برای شما میخوانم برای کس بوی که بدرد برای من قصه کن و قصه رو تو شروع کنی و باز روی معاشقه رو شروع کنی و یک گپ زدن که کس دیگه شروع کنی خود توهین است صریح است ما آستای کدم و پکه ارمونی رو بسته کردم گفتم چرا چیدم؟ ما گفتم شما مصروف هستن از این خاطر گفت نه ما توصیف شما رو میکردیم گفتم میشد که پیش از ما یا بعد از خواندن ما شود در وقت خواندن آدم زیادتر توجه میکنه که باز چی هست کدام راگ است شعر است کدام شاعر است موضوعش چی هست جالبتر همین چیز است نه گفتم همون کاری که میکردن امره ادامه بدن چیزی تلسام یک صحنه این بود جالب بود یک صحنه دیگه یک دفعه جناب میوانوال صاحب مرحوم تشریف آورده بودن به مسکو تداوی و چیزا بودن چکسلواکی ها کدام جای رفته بودن این وقت صدر اعظم نبودن از صدر اعظمی خلاص شده بودن استعفا داده بودن این دعوت بود مرا گفت کوچی که در خانه ما بود چی گفت میوانوال صاحب اون بالا گفتم جالب چیزه جالب خواندم بسیار جالب بسیار به شوق رفتم گفتم باش که چی میگه و چی نمیگه با از نزدیک میوانوال صاحب در این وقت ندیده بودم من این وقت که در متعلم بودم در مکتب حبیبیه در رادیو هم کار میکردم در پروگرام اردو در اون وقت میوانوال صاحب رئیس مستقل مطبوعات بودم